ترسکه صادقی روزنامه‌نگار از پاریس همراه ما هستند. جزئیات بیشتری داریم از این تصمیم وزارت خارجه آمریکا؟ در واقع این گروه یک کارنامه بسیار سیاهی دارن، اونطور که در رسانه‌های عراقی هم بهش اشاره شده. گروه انصار الله الاوفیا به رهبری حیدر الغراوی، یعنی هم خود رهبر این گروه و خود این سازمان که زیر مجموعه سازمان هشت الشعبی هم هستند، به طور رسمی در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار گرفتند. جزئیاتی که در واقع از تصمیم آمریکا و در بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا هم منتشر کرده در رسانه‌ها درس پیدا کرده اینه که اینها یک گروه شبه نظامی متحد جمهوری اسلامی ایران هستند، بخشی از مقاومت عراق محسوب میشن، دست داشتن در حمله به پایگاه‌های آمریکایی‌ها در عراق و سوریه. حتی گفته شده که از زمان شروع جنگ در غزه این گروه به طور یعنی خصوصی و در حملات جداگانه دست داشتن در حمله به خاک اسرائیل، هرچند که اسمی از اونها تا این لحظه ما نداشتیم. همه حملات رو گروه مقاومت اسلامی در عراق انجام میدادند. گفته شده که در حمله به نیروهای ائتلاف بین الملل علیه داعش اینها دست داشتند. حتی جزئیات دیگری اومده، اینکه خود این گروه و رهبر این سازمان در واقع دست داشتن در حمله اخیر به پایگاه آمریکایی‌ها در اردن که 3 نفر کشته شد و ما یعنی 3 نیروی آمریکایی کشته شد و ما بعداً واکنش آمریکا رو در این رابطه دیدیم که اقدام به حذف یک سری از فرماندهان میدانی این گروه ها کرده بود در داخل عراق. رهبر این گروه به همراه دستیار خودش، اینطور که در رسانه ها گفته شده، مرتضی السعدی بارها با قاسم سلیمانی دیدار کردن و به طور کل در برخی از رسانه های عراقی که مخالف این گروه ها هستند استقبال کردن از قرار گرفتن و قرار دادن این گروه در لیست گروه های تروریستی. آیا این به این معنا هستش که بتونیم بگیم راهبرد آمریکا در برابر گروه های شبه نظامی عراقی تغییر کرده؟ خب با توجه به اینکه از یک طرف آمریکا یا سفیر خودش رو تغییر داد و سفیر جدیدش اونطور که در رسانه‌های عراقی هم اظهاراتش داره بازتاب میشه، اینه که بسیار تمرکزش روی گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستش و تأکید میکنه که این گروه‌ها تروریست هستن، جمهوری اسلامی باید جلوگیری بشه ازش برای نفوذ بیشتر در داخل عراق، یا منابع دارایی این گروه‌ها رو باید متوقف کرد. این یکی از به اصطلاح نکاتی هستش که باید بگیم که نشون میده که واشنگتن سیاستش در برابر این گروه‌ها در داخل عراق تغییری نکرده، چرا که در ژانویه امسال هم ما شاهد این بودیم که وزارت خارجه آمریکا شرکت فلای بغداد و مدیر عامل اون رو به دلیل کمک به سپاه قدس در لیست گروه‌های تروریستی قرار داده بود. اما خب در همین لحظه ما داریم می‌بینیم که گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی هم همچنان دارن آمریکایی‌ها رو تهدید می‌کنن. در نتیجه این کشمکش در بین این دو طرف وجود داره، ولی خب در حال حاضر ما باید بگیم که این گروه‌ها در عراق در قدرت بیشتری هستن. خیلی ممنونم ترسکه صادقی روزنامه‌نگار که از پاریس همراه ما بودید.